صبح همینان پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین جهت عالم کبودت می نمود. عبه مولانای ماست دیگه، آقا عینکو بردار دنیا رو روشنتر می بینی. عینک دودی زدی دنیا دودیست، ما باید نگاهمون رو عوض بکنیم. هدف این برنامه همینه و تا زمانی که ما نگاهمون رو نسبت به دنیا و هستی و اطرافمون و تاریخ و زندگی و خانواده و اجتماع عوض نکنیم، امکان نداره بتونیم از این بحران خروج کنیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. من که دارم میبینم شواهدش رو و بسیار این امیدوار کننده است. دست کم نسل جوان ایران این ویژگی ممتاز رو پیدا کرده که به دنیا خردمندانه نگاه بکنه و تعصب رو کنار بگذاره. نه از روی تعصب، نسل گذشته متاسفانه دچار تعصب ایدولوژیک بود و خود این تعصب ایدولوژیک بهش نوعی تبخر و تکبر داده بود، به نحوی که تصور میکرد تمام حقایق عالم و هستی در چنگ و در کف اوست. میدونید که چند هفته ایست داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محسن سازگارا. دکتر محسن سازگارا خاطرات خودشون رو، تجربیات خودشون رو با ما در میان میگذارن. این بسیار امیدوار کننده است. امیدوارم بقیه هم همین کار رو بکنن در نهایت صراحت و صمیمیت. مجموعه اندوخته های زندگی خودشون رو بگذارن روی میز. این خیلی کمک میکنه به این که ما دیگه مرتکب اشتباه تاریخی نشیم. متاسفانه یک اتفاقی در دوره انقلاب افتاده این بوده که افراد درسته از خودشون مایه گذاشتند برای اینکه به هدفهای خودشون برسن، اما در اون میان جامعه رو و تاریخ رو و ایران رو هزینه کردن برای اینکه به خواستاشون برسن. تراژدی از همینجا پدیدام، تراژدی مربوط به تاریخ ایران. آقای دکتر سازگار عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و همه بینندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوبم قربان شما، به لطف شما. خب به من بفرمایید که این برگشت به گذشته که شما رو آزار نداده که نه؟ یعنی به نظرم یه نوع تشفای خاطر ایجاد میکنه نیست؟ نمیدونم واقعا، حالا بگم یک نوع ناراحتی داره یا خوشحالی داره. به هر حال گذشته گذشته است و فقط باید ازش درس گرفت. آدم احمق افسوس گذشته رو میخوره، باید، چون دیگه بر نمیگرده، باید چشم به آینده داشت، ولی از گذشته باید درس گرفت و این درس رو درست به آیندگان منتقل کرد. من خودم سعی میکنم در مرور گذشته حتی المقدور چیزهایی رو پیدا کنم که به کار انتقال دست کم به جوانها و نسل جوان بخوره که اشتباهات نسل ما رو تکرار نکنه. استنباط من اینه که شما آینده رو بیشتر از امروز دوست دارید. آره، شاید هم روحیتاً آدم رو به آینده هستم به جای اینکه آدم رو به گذشته باشم. بله، و شرط می‌بندم که شما فیلم‌های تخیلی رو هم دوست دارید. نه راستش از این فیلم‌های خیلی ادای علمی در میارن اینا، چون رشتم هم ساینس بوده و فیزیک خوندم و اینا، خیلی خوشم نمیاد. اینایی که یه مش چاخانه علمی سر هم می‌کنن، بعد آنچنانم حق به جانب حرف میزنن که فکر میکنین مثلا ارزش علمی داره این حرف. از اینجور فیلم ها خیلی خوشم نمیاد. نه آقای سازگارا، حالا بینید به ادامه خاطرات شما. شما فیزیک خوندید، یه شخصیتی که خب هم به ریاضیات علاقمند بوده هم به فیزیک علاقمند بوده و این فوق‌العاده است، هم کارهایی که کرده بیشتر مدیریت صنعتی بوده. حالا سالم اینه که چطور انطباق دادید به اصطلاح علم خودتون رو با ایمان خودتون؟ میدونم آدم متدینی هم هستی، این دوتا رو با هم چجوری سازش دادید؟ چه کار کردید؟ کیمیاگری کردید؟ چه کار کردید؟ البته من موقعی که بخواستم برم دانشگاه، اون موقع چون باید 10 تا رشته رو انتخاب میکردی، فرمو میفرستادی، دوست داشتم رشته اولم فیزیک انتخاب کنم، به
اصرار خواهر برادرام که از من بزرگتر بودم مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم که بعدا تو دانشگاه دیدم اصلا دوست ندارم و فیزیک تغییر دادم، باز فیزیک خوندم. و بعدا هم البته وقتی که حالا جلوتر تو سرگذشتم شاید برسیم و بگم که وقتی که فهمیدم مشکلاتی در جمهوری اسلامی پیدا شده، رفتم و تاریخ خوندم و به تاریخ خیلی علاقمند شدم، برای اینکه چند هزار سال با آدم تجربه میده و از قبل تاریخ رفتم مقداری هم تاریخ خوندم. ولی تطابق علم با دین برای نسل ما در اون دوره بیشتر میشه گفت بزرگان مثل مهندس بازرگان سعی کرده بودند که علم رو با دین تطبیق بدن، علم رو بار دین بکنن، و کتاب هایی مثل راه طی شده ایشون دقیقا همین مسیر رو طی کرده. ولی آقای میبودی، این کوشش نه در ایران بلکه در کل دنیای اسلام شکست خورد، عقیم شد. یعنی مسلمین وقتی از سید جمال الدین اسدآبادی شروع شد تا دست کم سید قطب، سعی کردند که هرچی که تو دنیای مدرن به خصوص دستاوردهای علمی اون خوبه بگن در اسلام هست، در قرآن هست. آیات قرآن رو سعی کردش مهندس بازرگان و دوستان ایشون، حتی ترمودینامیک صنعتی رو هم از توی آیات قرآن بیرون بیارن، مطهرات اسلام رو هم بگن مبنای بیولوژیک و بهداشت نوین داره و امثال هم. این کوشش شکست خورد در هم در حوزه علوم تجربی، هم در حوزه علوم انسانی. یعنی وقتی کسانی کوشیدند که دموکراسی نوین رو یا انقلابیگری نوین رو یا سوسیالیسم رو یا کاپیتالیسم رو یا نظریات دیگه رو بار اسلام بکنند، عملا با بنبست مواجه شدن. شاید یکی از بزرگترین نمونه های چنین بنبستی، بحثی که قبلا هم کردیم، کوششی بود که انتهاش رسید به مجاهدین خلق و مارکسیست شدن اونها، و بعدم بنبست و همون مارکسیزم هم. سید قطب در واقع کسی بود که اومد صورت مسئله رو پاک کرد. تو اون کتاب معروف جاهلیت قرن بیستمش که مترجمش به فارسی آقای خامنه‌ای است و بسیار کتاب دورانسازی در کل دنیای اسلام شد، سید قطب گفت اصلا وقتی این کوشش به بنبست خورد، گفت اصلا میدونین چیه؟ کی گفته ما باید به غرب برسیم؟ کی گفته که باید اسلام چیزای دستاوردهای جدید غرب رو درش داشته باشه؟ اونا جاهلیت قرن بیستم هستن، اصلا تمدن غربی به درد نمیخوره. تمدن غربی چند تا مثال هم کتابش میاره، آدم کشه، استعمار از توش در اومده، کشتار در اومده، نقض حقوق انسان ها در اومده، و اصلا ما اینا رو هم میندازیم دور، برمیگردیم به اسلام نخستین، بازگشت به خیش و احکام اسلامی که اسلام مساویس با فقه اون، اونها رو اجرا میکنیم، اسلام پیامبر و صحابه در بینش اهل سنت و البته در نزد شیعه اسلام و ائمه، و اون وقت همه چی درست میشه، همه چی آقا میشیم دوباره. و به نظر من کسانی مثل دکتر نصر که فرقه مریمیه رو هم ایشون از مؤثرینش هستش، تو اون کتاب مهم معرفت امر قدسیش سعی میکنن بگن که اساساً بشر از قرن 13 میلادی اشتباه کرد که اومد عقل رو، حوزش رو از ایمان جدا کرد. عقل هم بخشی از ایمانه، پاداش ایمانه، فهم پاداش ایمانه، حرف معروف سنت آگوستین. دوره ما میشه گفت همین آراء مبهم، یعنی از یک سو دستاوردهای علمی برابر آموزش های امثال مهندس بازرگان فکر میکردیم مغایرتی با دین نداره، از سوی دیگه بعد از عصر سید قطب بود که در ایران فرض کنیم کتاب بازگشت به خیش دکتر شریعتی و یا به نوعی غرب زدگی جلال آل احمد و یا سایر نویسنده ها جوری بود که انگار ما اگر برگردیم
احکام اسلامی رو اجرا کنیم همه چیز درست میشه. این دومی در واقع به نظر من کتاب جاهلیت قرن بیستم سید قطب ریشه و بنیان تمام فاندمنتالیست هاست. یعنی از آقای خمینی و جمهوری اسلامی شما بگیرید تا امروز داعش و طالبان و القاعده و غیره، عملا این تئوری رو دنبال میکنن: نفی غرب، ستیز با دستاوردهای تمدنی جدید، در عمل در تحلیل نهایی جنگ با عقلانیت مدرن و دعوت به اجرای احکام فقهی تمام و کمال به اسم احکام پیامبر و اسلام، و حاصل تصورشون این که یک مدینه فاضله ساخته میشه، یک جامعه نمونه ساخته میشه. و گاهی من با بعضی دوستان متدین سنیمون که صحبت میکنم و بهشون میگم که ما این راه رو در ایران رفتیم، به بنبست خوردیم، حاصلش فاجعه شد، یعنی اشکال داشت، حاضر نیستن بپذیرن. میگن شما چون شیعه بودین اشکال داشتین، ما در بینش سنی میریم و به اشکال نمیخوریم. به هر حال آقای میبودی، نسل سومی بعد از انقلاب متولد شد، نزدیک به یک دهه از انقلاب که گذشت، که من بخشی از این کوشش هم بودم، حالا جلوتر بهش خواهیم رسید، اون چیزی که به حلقه کیان معروف شد. این نسل که شاید قهرمان فکریش بیش از همه آقای دکتر سروش رو بشه دونست، بعد هم سایر متفکرینی مثل آقای مجتهد شبستری، آقای ملکیان، آقای نراقی، آقای دباغ، دیگرانی که این راه رو دارن دنبال میکنن، و اون کارهایی که در مجله کیان شد. این نسل سوم، یعنی این موج سوم احیاگری دینی، در واقع اومد حوزه دین رو از عقل جدا کرد و دین رو برد به جای قرائت حد اکثری، حد اقلیش کرد، بردش به حوزه فردی. پای دین رو از نه فقط علوم تجربی و علوم انسانی، اقتصاد، سیاست و غیره، بلکه از خیلی زمینه‌های دیگه بیرون گذاشت و شأن دین رو برد به حوزه‌های عرفانی و عبادات و غیره، و در واقع یک دین لیبرال و دموکراتی رو پیشنهاد کرد که پاش از خیلی حوزه ها رفت بیرون. به نظرم این موج سوم در واقع که در ایران هم به شدت سرکوب شد، به شدت جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرد، موجی است که در واقع اگر نگید اغراق میکنه، ماجرای این تقابل اسلام و دنیای مدرن رو میتونه ببره و سرش رو به بالین آسایش بگذاره. چون این قرائتی از دین، یک قرائت حد اقلی، غیر ایدئولوژیک، قرائت دین در واقع خلاصش ذیل عقل قرار بگیره، به نظرم اون جراحی است که البته دین رو خیلی لاغرش میکنه، پاشو از خیلی جاها میذاره بیرون، ولی دست کم میتونه اون وقت در دنیای مدرن جا داشته باشه و بماند. یعنی انفرادی کردن دین؟ بله کاملا. یعنی و فقه رو از این محور دین بودن بیرون آوردن، فقه رو به بسیار احکام اجتماعیش رو عصری کردن و امروزه بلا موضوعش کردن، و دین رو فربهتر بکنید از این که فقط یک پشت احکام خشک فقهی باشه. من میفهمم این حرف نزد آقایون فقها و حوزوی ما خیلی سنگینه، برای اینکه تمام این دستگاه حوزه علمیه ما فقیه پروره. یعنی از اولی که یک طلبه وارد میشه تا آخری که میشه آیت الله عظما، همش دور فقه میچرخن. یعنی چیزی که میخونن فقهه، در حالی که فقه گوشه ای از دینه، اونم گوشه ای که به نظر من امروزه بسیاری از احکام اجتماعیش، سیاسیش و غیره مال قرون وسطا بوده، امروزه دیگه کارکرد نداره. و آموزش امثال دکتر سروش که این کارت رو تا استخوان خود وحی میبره پایین، یعنی حتی وحی رو، بخشهایش رو میگه عصری، پیامبر تجربیات وحیانی و ما بعد و طبیعه میکرده، ولی وقتی بیانش میکرده
در چارچوب مرد قرن هفت میلادی در عربستان محاط می شده و بنابراین وقتی چنین جراحی بزرگ قرار باشه شما بکنید، تکلیف احکام فقهی معلوم میشه. ضمن اینکه دین حوزه های ما بزرگانی در تاریخمون داشتیم که امثال مولوی که شما دیدم چه خوب از مولانا نقل میکنید، این بزرگان ما این راه رو خیلی خوب هموار کردن، یعنی دین رو بردن در یه حوزه پلورالیستیک، یک حوزه تکثرگرایانه، عاشقانه، عارفانه و از اون چهره عبوس و خشک فقها ها بیرونش آوردن، به حاشیه روندن فقه رو و راه خیلی خیلی خوبی رفتن که به نظر من در تاریخ ما میشه ازشون استفاده کرد. یا به قول داریوش آشوری که مکتب شیراز، راهی که با سعدی و حافظ پایه‌گذاری شد، اساسا یک نوع عرفان دیگه‌ای رو برای ما به ارمغان آورد که خیلی هم با دنیا آشتی داره و هیچ از اون ریاضت‌های عجیب و غریب هم درش خبری نیست. ضمن اینکه البته خب پیامبر عشق و عاشقی مولاناست و او در واقع این پرچم رو افراشته بر سر قله ها داره. من لذا فکر میکنم حالا از بحثمون خاطرات داریم دور میفتیم، ولی واقعا فکر میکنم آینده در ایران دیر یا زود به هر حال جمهوری اسلامی به این شکل نمیماند، چاره ای هم نداره. جبر روزگار، جبر عصر مدرن، جبر ناکارآمدی یک تئوریه که محکوم به شکسته و آینده دیانت در ایران طبیعتا راهی رو که در غرب رفت در ایران هم خواهد رفت. پای دین از خیلی زمینه ها میره بیرون، فقه محوری تمام میشه و پلورالیزم دینی، تکثرگرایی که حق نزد هیچ کس انحصاری نیست، جاش رو خواهد گرفت. و امیدوارم چون این اون زیربنایی است که اگر پی گذاشته بشه اون مخروش حقوق دیگران معنی پیدا میکنه و تکثر سیاسی هم میتونه معنی پیدا کنه. من بسیار خوشبینم که این اتفاق بیفته. به هر حال پاسخ سوال شما این که در دوره ما تصویر مبهمی از این داشتیم، یعنی اگر همون موقع یک کسی ما رو میشوند و جدی با ما چلنج میکرد، ما که میگم همه یک کسایی که دست در کار انقلاب اسلامی بودن، مطمئنن در بنبست گیر میکردیم. یعنی هم یه جور بازگشت به خیش فکر کرده بودیم، هم یه جور فکر میکردیم با محصولات دنیای جدید مغایرتی نداریم، در حالی که همه این تضادها بود و اتفاقا به دلیل همینی که اینا پر از تناقض و تضاد بود، قانون اساسی هم که نوشته شد و به جرأت میتونم بگم تمام بضاعت علمی انقلاب اسلامی پشت این قانون اساسی بود که نوشته شد. شریعتی فوت کرده بود و مطهری، ولی تمام سرمایه فکری جنبش اسلامی پشت این قانون اساسی در مقطعی که نوشته میشد بود. و الان که برمیگردید شما میخونید پر از تناقضه، پر از مشکله. و من یک بار در دانشگاه کرمان در جمع دانشجوها عرض کردم که به نظر من سند بیسوادی یک نسله، بیسوادی یک نسلی که انقلاب کرد در واقع و راجع به خیلی مسائل به عمق نرفته بود و فکر نکرده بود. این تناقضات بعد از انقلاب خودش رو نشون داد کاملا. اینکه فهمیدید از بحث دور شدیم، نه اصلا، به نظرم خیلی مرتبطه با خود بحث. جوانها متوجه میشن که شما از کجا شروع کردید، به کجا رسیدید، در چه خاطرات شما هم جذابتر میشه هم قابل فهم. در امروز دیدم که یکی از روزنامه ها در تهران، پیشخان روزنامه فروش ها رو نگاه میکردم، عکس بزرگی گذاشته بود از آقای علی شریعتی و تیتر زده بود که علی شریعتی پدید آمدن داعش رو پیش بینی کرده بود. من هرچی ذهنیت خودم رو چند قاب کردم چیزی به خاطرم نمیاد راجع به این موضوع که علی شریعتی داعش رو پیش بینی کرد، ظهور داعش رو. شما چیزی به خاطرتون میاد؟ نه والا منم الان نمیدونم کدوم کتاب و کدوم بحث شریعتی حالا بخونیم ببینیم منظور چی بود. خطر فاندمنتالیستا رو پیش بینی کرده بود.
به هر حال دکتر شریعتی مرد مهمی در تاریخ معاصر ما هست، برای اینکه بر اساس آرایش یک انقلاب اتفاق افتاد، تأثیر اجتماعی بزرگی داشت، ولی این نباید مانع بشه از اینکه امروز با چاقوی نقد عقل به دور از احساسات و تعصبات موافق و مخالف بگذاریم و عقاید او رو جراحی نکنیم. و به نظرم آناتومی کردن و تشریح عقاید شریعتی امروزه یکی از اون واجباتی است که باید بشه. و خب راستش الان که من برمیگردم آثار شریعتی رو نگاه میکنم، دیگه اون هیجاناتم رد شده، انقلابیگری هم رد شده. خب خیلی اشکالات اساسی در تفکرات مرحوم دکتر شریعتی هست. گاهی ایشون منس بازرگان هم همینطور، با همه احترامی که برای شخصیت سیاسی، دینی و اخلاقی منس بازرگان من قائل هستم، نمیتونم انکار بکنم ایشون گاهی در آثارش متکی به یک کتاب که در حوزه علوم انسانی خونده، یک کتاب نوشته و اظهار نظرهای بسیار خطرناکی در حوزه علوم انسانی کرده و مدلی که به خصوص بازرگان استدلال میکنه، یعنی میاد یک موضوع علوم تجربی رو میگیره، با چند تا آیه قرآن توف و چسبون در واقع سعی میکنه بگه قرآن هم همین رو میگه و اونو مدللش کنه، بگه بنابراین این موضوع علوم تجربی درسته. حالا تا اینجاش که این متد اشکال داره، اما خطرناکتر از اون که منس بازرگان گاهی یک عبور خطرناک میکنه از یک نظریه علوم تجربه، یک نظریه علوم انسانی و بر اساسش یک تئوری علوم انسانی طرح میکنه که نه ایشون اهلیتش رو داشت، نه مطالعهش رو داشت، نه دانشش رو داشت. شریعتی هم گاهی پاشو دراز میکنه، وارد حوزه هایی میشه و حرف هایی رو میزنه که اصلا دقت علمی نداره. به هم دلیلم شما در آثار شریعتی گاهی به سادگی میتونید، آثار فکریش البته، اون آثاری مثل کویر و اینها که از جنس دیگریست، تناقض های عجیب و غریب میشه پیدا کرد و کاستی های فکری بزرگ هم میشه توش پیدا کرد. بنابراین دوستان ارجمندم، آقای محسن سازگارای ما امروز روز معتقدن که علم و ایمان باید خیلی فروتنانه هم دیگر رو تحمل بکنن، در کنار هم حرکت، گریبان هم رو هم نگیرن و بعد هم بگذار داروین کار خودشو بکنه، این هم راه خودشو. یعنی کاری که سنت توماس آکیناس در قرن 13 میلادی کرد، حوزه علم و ایمان رو جدا کرد و همسال آقای دکتر نصر معتقدن که اصلا بشر از اونجا به اشتباه رفته و بعد دوباره علم رو ذیل ایمان قرار بدیم. به نظر من ما باید برگردیم از سنت توماس در واقع و حوزه ایمان و عقل رو از هم جدا کنیم، کار ایمان رو، ایمانیات رو به حوزه شخصی و فردی و قلب افراد واگذار کنیم، ولی عقل رو بگذاریم که حوزه عقل و علم رو بگذاریم کار خودش رو بکنه و سقف الهیات و فهم دینی رو بالا سرش قرار ندیم، نه در حوزه علوم تجربی که خب حالا دیگه علوم تجربی فرزند نیرومندی شده که کسی زورش هم بهش نمیرسه، کلیسا و مسجد و آقایون و روحانیون همه ناچار شدن عقب نشینی کنن، ولی به خصوص در حوزه علوم انسانی هم همینطور که میبینید جمهوری اسلامی هنوز گریبان علوم انسانی رو رها نمیکنه و با اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و غیره و غیره مشکل داره و اونا رو بخواد وارد حوزه دین بکنه که به نظرم اینجاها هم و حوزه سیاست رو، علوم سیاسی و غیره، اینها رو هم باید گریبانشون از دست دین نجات بدیم و به عقل واگذار بکنیم. آقای دکتر سیدوسی این است که حتی مسئله فیلولوژی، مسئله زبان رو هم وارد مسائل ماورا طبیعی کردن، فرمودن که زبان عربی زبان قدسی است، مضاف به اینکه فرمودن زیباترین پوشاک سر در دنیا عمام است. والا من آقای میبودی جنب. این معما برام باقی مونده، گاهی باید از پاره دوستان نزدیک آقای محمد رضا شاه یا خانم پهلوی اگر فرصتی دست بده بپرسم چطور رژیم شاه که رو به دنیای مدرن بود و از اهدافش
در واقع به دنبال روشنفکرهای مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه میخواستن دنیای مدرن رو به ایران بیارن، چطور رئیس انجمن سلطنتی فلسفه دکتر نصر بوده؟ یعنی کسی که طبق تئوری اگینست مادرن ورلد، علیه دنیای جدیده، برابر کتابی که اون محقق اروپایی نوشته، الان اسمش از خاطرم رفته، انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ کرده که به نام Against Modern World، راجع به فرقه مریمیه، بخشی از کتاب هم راجع به دکتر نصره. بله. و آراء آقایون و اون بنیانگذار اتریشی این فرقه که اساساً برابر تئوری هاشون ضد دنیای مدرن هستن. این یکی از اون معماهایی است که حالا من شاید از بحثم بیرون بره، دوست داشتم یه روزی از دوستان نزدیک خانم پهلوی یا محمد رضا شاه که فوت کردن، ولی دوستان نزدیکشون، اگر بدانم بپرسم چه فکری در اون نظام بود که رئیس انجمن سلطنتی فلسفه دکتر نصر بوده. چون من ایشون رو در همون زمان دو بار زیارت کردم، بهشون گفتگو هم کردم در تلویزیون درباره شرق و غرب، اینکه بالاخره باید ما چه کنیم، سنت رو بگیریم یا به ارزش های غربی رو. ایشون خیلی علامت دیدم، بسیار سوار جگوار می شدن، کچلوهای فوق العاده شیک می پوشیدن، خیلی آدم مبادی آداب، خیلی غرب منش. یعنی آقای دکتر نوریزاده می تونن شهادت بدن، یعنی ایشون یکی از مدرن ترین شخصیت های کل حاکمه تو در دستگاه حاکمه در ایران بودن، در دربار. نمیدونم اینجا اول سعی کردن که گذشته رو کاملا انکار بکنن، چون اوائل که تشریف بردن روی اینترنت و سایتی هم برای خودشون سامانه ای داشتن، دیدم اون بخش مربوط به ریاست و ریاست انجمن شاهنشاهی و فلسفه و اینا رو همه رو حذف کرده بودن از مجموعه خاطرات گذشته خودشون. البته بعدها گویا اون فصل هم اضافه شد، اون فصل بعد از اعتراضاتی که شد. ولی نه، خیلی آدم، خیلی ایشون، خیلی من گفتگویم که من کردم با ایشون، اصلا من ندیدم نشانی از عقب گرایی یا بازگشت به گذشته در آقای نصر ندیدم. بله، ولی به هر حال آقای میبودی، ضمن احترام به آقای دکتر نصر و ایشون به هر حال یک اسکالر و استاد دانشگاه درجه اولی هستند که در دانشگاه جورج واشنگتن به نوعی میشه گفت شهرت جهانی هم دارن و تخصص خوب ایشون هم علوم اسلامی و تاریخ فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی، اینها اصلا نباید نفی بشه جایگاه علمی آقای دکتر نصر، ولی لب لباب تئوری ایشون و دوستانی که هم فکرش هستند به نظر من کاملا تئوریزه میکنن. میدونین فقط داره. این نیست که مثل یه آخونده مثلا سنتی در گوشه قم حالا چهار تا حرف عقب گرا بزنه، تئوری میسازن برای اینکه اصلا تمدن جدید به خطا رفته، مدرنیته، مادرن ورلد، اصلا دنیای جدید از قرن 13 میلادی پاشو اشتباه گذاشته رفته. و این تئوری رو همون موقع هم داشتن، یعنی علی رغم اون کچلوار و لباس و اینها، موقعی که منم دانشگاه صنعتی بودم ایشون رئیس دانشگاه صنعتی بودن و خیلی هم با بنز می اومدن و می رفتن و من گاهی به شوخی می گفتم ما این رئیس دانشگاه رو مثل یه حاله نور فقط می بینیم میاد و میره. با بچه هام ارتباطی نداشتم، برعکس رئیس قبلی آقای دکتر امین که بسیار خاکی بودن و توی دانشجوها می اومدن و می رفتن، آدم فنی هم بود ایشون. آقای دکتر نصر هیچ کس هم نمی دید به این سادگی، ولی علارغم این ظاهر علامات به قول شما، اما همون موقع تفکرات ایشون رو کسی می خوند، آثار ایشون، آثار مهم فکریشون کاملا تئوریزه میکردند نبودن علیه دنیای مدرن بودن رو و اینکه بشر اصلا از کجا خطا کرده و چرا عقل سکولار اصلا اشتباه، چه برسه بقیه حوزه. زمان مثل برق و باد میگذره ها، ولی همه اینا لازم بود. در ضمن چون آقای دکتر سازگارا فرمودن که به تاریخ هم علاقه دارن، من میدونم چقدر علاقه مند، و این سرنوشت مختوم همه ماست، مردمانی که مثل ما تاریخ رو واگذار میکنن، بعد مینشینن گذشته خودشون رو وارسی میکنن. یکی از بیماری هایی که من گرفتم همینه، فکر میکنم همه همین اتفاق بازن. برحال خیلی دلم میخواد نظر دکتر سازگارا رو حالا مثلا درباره رضا شاه جویا بشم، میذاریم برای برنامه آینده و بعد میریم به دنبال خاطرات آقای دکتر
محسن سازگارا، خیلی تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون از شما، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. لطف دارین و همچنین قربان شما. خداحافظ شما. امیر درخشان تشکر میکنم. خداحافظم میانونم.